I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. استرالیا سه تا شهر بزرگ داره، ملبورن، سیدنی و بریزبن. من از سیدنی و بریزبن بلاگ داشتم توی کانالم. الان برای سفر دو روزه اومدم ملبورن و گفتم که بلاگی هم ضبط بکنم. تو فرودگاه هستم. یه اتوبوسایی داره اینجا از فرودگاه تولا مارین ملبورن به خود مرکز شهر، بهش میگن اسکای باس. مغروم به صرفه ترین روش برای و سریع ترین برای فرودگاه به مرکز شهر برید. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. خب الان فرداست، روز قشنگی هم هست برخلاف دیروز. شاید بارزترین خصوصیت ملبورن یا ایالت ویکتوریا کلا اینه که خیلی سریع هواش عوض میشه، یعنی در طول روز ممکنه شما چند جور کلایمت مختلف رو تجربه بکنید. خب دوستان روز بیشتر مرکز شهر رو یه گشتی داشته باشیم توش. الان من نزدیک فدریشن اسکوئر هستم که در واقع محل کامیونیتی گاترینگ شاید ملبورن هستش. یه فضای بازیه که معمولا اگه جشنی چیزی از اونجا اتفاق میفته، الان هم کریسمس، حتما یه خبرایی هست. درست روبروی ایستگاه مترو اصلی ملبورن هستش که بهش میگن فلیندرز، که یه ایستگاه متروی تاریخی هستش در واقع. و خب پشت من میبینید که این ترام ها دائم در حال رفت آمد هستن. این ترام ها از آیکون های فرهنگی ملبورن هستن، خیلی هاشون قدیمی هم ولی اینا رو همچنان نگه داشتن. یه خورده پایین تر از فدریشن اسکوئر ما اون آرت پرسینکت ملبورن رو میبینیم، تشکیل شده از نشنال گالری آف ویکتوریا و همچنین آرت سنتر که معماری جالبی داره. من میخوام برم داخل نشنال گالری امروز که یه تراینیال در واقع سه سالانه دارن که پر از اینستالیشن و اسکالپچر و این چیزا هستش و خوبه که مجانی هم هست. خیلی اتفاقی امروز که من اینجا هستم این نمایشگاه تازه شروع شده. خب من الان روی رودخونه یرا هستم که از میاد از قلب ملبورن میگذره و اینجا به نظرم زیباترین جای ملبورنه. پلی که از روش رد شده یک پل تاریخی هست به اسم پرنسس بریج. اینجا دیگه از مرکز شهر وقتی پایین تر میریم از روی این پل رد میشیم، از مرکز شهر خارج میشیم و وارد اون قسمت هنری و باغ گیاه شناسیش میشیم. خب الان جلوی NGV هستم، National Gallery of Victoria، که بعد از Art Gallery New South Wales مهمترین گالری آرت هنری در استرالیا هستش. بریم یه سر توش نگاه کنیم ببینیم چه خبر است. اینجا آدم ها یه جور به من نگاه میکنن انگار من اثر هنری هم. با برید مجسمه ها رو ببینید، چرا من رو نگاه میکنید؟ این گالری در واقع بکنم حدود 4 یا 5 طبقه است که این تراینال یا سه سالانه پخش شده تو تمام این طبقات. خیلی تنوع و گستردگی خوبی داره. یک طبقات بالاتر که میبینی هنر کلاسیک غربی هم بهش اضافه میشه و هنر جدید غربی و همون تمهای کلاسیک رو مثلا اومدن استفاده کردن. خیلی پورترهایی هست که مثلا مال 100 سال پیشه و بسیار زیبا هستش و هم نقاشی هم هنرهای تجسمی سعی شده که کار بشه اینجا از کشورهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف. یه اثر هنری خیلی جالب که بود، یه موشی بود که از اون دیوار در اومده بود و راجع به فلسفه معاصر صحبت میکرد، راجع به دین و مذهب و خیلی چیز عجیبی بود.
یکی از گالری‌های جالب این مجموعه این گالری که من توش هستم الانه که از یه هنرمند ایرانی به اسم فرخ مهدوی در واقع ایجاد شده. جالب اینه این آقا هنوز تو ایران زندگی میکنه، این فرخ مهدوی. اولین باری که من میبینم توی گالری شما میتونید روی نقاشی‌ها راه برید، همونطور که الان زیر پای من مشاهده میکنید تمام این نقاشی ها یعنی به صورت کاملا دربرگیرنده و ایمرسیو این اتاق با این صورتک های صورتی پوشیده شده. ایده ای که گرفته اینه که چون صورتی از صورت میاد یه سری پورتره کشیده از اینکه انسانی که جنسیت اونهاش هم مشخص نیست و فقط رنگ صورتی صورتش رو پوشونده، حالت کریپی بودنش یه مقدار شاید آزاردهنده باشه واسه بعضی، ولی ایده خیلی جالبی داره. یه رباتی هم هست اونور، اون ربات هم خیلی جالب از بوستون داینامیکس اومده. دو تا ربات هم توی یه محفظه‌ای که به صورت اتوماتیک کارهای مختلف انجام میدن، مثلا با آدم ها اینتراکشن میکنن، آبجکت ها رو بر میدارن یا مثلا نقاشی میکشن حتی رو دیوار. خب من سوار ترام شدم، از قسمت پارک جنوب مرکز شهر اومدم بالاتر و الان نشستم روبروی استیت لایبرری آف ویکتوریا، کتابخونه مرکزی ایالت ویکتوریا. خیلی جالبه که نمایشگاهی هم دارن، مثل اینکه از یه آقای ابوریجینال که خب میدونی این ساختمان یکی از اولین ساختمانایی که تو ویکتوریا ساخته شده و نمای رومی و کلاسیک غربی رو داره که استعمارگران حالا اگه بتونیم بنامیمشون اومدن اینجا کلونایزرها و اینو ساختن. و خیلی جالبی که الان صورت یک مرد سیاه‌پوست بومی استرالیا اون وسطش هست و تضادهای داخلی کشور استرالیا رو در حال حاضر به خوبی نشون میده. روبروی استیت لایبرری هم یکی از قدیمی‌ترین سکوهای مترو مرکز شهر ملبورن هستش که بهش میگن ملبورن سنترال. خیلی جالبیه ایستگاه مترو که بالاش پاساژ ساختن و یکی از جاذبه‌های این شهره. خب اینجا هم مثل گالری ویکتوریا پر از نقاشی های مختلف و آثار هنری مختلف است و جالب اینجاست که اون نمایشگاه ایندیجنس که تبلیغ شده بود بیرون از فردا شروع میشه، اون آقایی که عکسش بود، و امروز خبری از اون نیست اینجا که من نشونتون بدم. خب من برای اینکه یه بخش دیگه از ملبورن رو هم نشونتون بدم خارج از مرکز شهر اومدم معروف ترین ساحل ملبورن که ساحل سنت کیلدا هستش. خیلی محله ریلکس تور، یه وایب هیپی تور داره و به آروم بودن و لایف استایل تفریحی معروفه سنت کیلدا. برای من جالبه چون خودم از کوینزلند اومدم اینجا که جای ساحلی هست اونجا، به خصوص گولد کوست، ولی خب ساحلاش خیلی خلوت‌تره. اینجا ساحلش که اینقدر شلوغه الان برای من خود شوکاوره، به عنوان کسی که مثلا 3 سال تو گولد کوست زندگی کردم ساحلای بکر و خلوت اونجا رو مقایسه میکنم با اینجا، ولی خب بستگی داره که چه نوع لایف استایلی دوست دارید دیگه. اگه مثلا در استرالیا زندگی میکنید جای شلوغتر دوست دارید، مثلا باندای بیچ تو سیدنی خیلی شبیه به سنت کیلدای ملبورن، این دو جا مثلا خوبه، ولی اگه دنبال تمدد اعصاب و ساحل خلوت هستید کوینزلند بهتره واسهتون. خب من اومدم خیابون برک استریت، به برک استریت مال معروف هستش اینجا که در واقع مرکز خرید ملبورنه. حالت پاساژ نداره، یه خیابونیه که بهش میگن مال و ماشین توش راه نمیدن، فقط ترام هستش و خب برندهای لوکس و برندهای معروف همه اینجا شعبه دارن. مرکز در واقع تجاری خریداری ملبورن اینجا. این ساختمونی هم که پشت من هست اداره پست بوده ولی الان مغازه H&M هستش، برند H&M.